بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد آخر تاب عنده علی ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. با توجه به مطالبی که در جلسات قبل پیرامون رابطه شهادت سید الشهدا علیه السلام با ولایت امیر مؤمنان مطرح کردیم، امروز محور سخن رو در این زمینه پیرامون یگان قمر منیر اهل بیت عصمت و طهارت آقا ابوالفضل علیه السلام سلام الله علیه و بعض شؤونات اون حضرت مطرح میکنیم و رابطه اون حضرت رو با برادر خود صاحب ولایت مطرح میکنیم. بدون تردید تعریف و توصیف و تبیین شخصیت والای پسر امیر مؤمنان ماه بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام امری بس دشوار است. فضایل تکوینی و تشریعی ظاهری و باطنی برای اون حضرت فراوان و سخن گفتن در این زمینه امری است بس دشوار. تعریف و توصیف آن بسیار دشوار است. اون چه که مهم است اشاره به این نکته است: سید الشهدا آقای عالمیان امام و پیشوای قمر بنی هاشم فدای ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب شد. او کسی است که با شهادت خود به برترین و بالاترین درجات از شؤونات به حسب ظاهر، یعنی ملحق به درجه پیغمبر شد، با آن که نفس رسول بود. حالا در این زمین سخن گفتن با آن که او قطب عالم امکان، مجموعه همه کمالات تکوینی و تشریعی را داشت، او کسی بود که از نور عظمت خدای عزوجل آفریده شده، او روح مقدس و مطهر و پاکیزه الهی است که در این زمین سخن گفتن امری است بس دشوار و مجال واسع می طلبد. اون چی که مهم است سید الشهدا فدای احیاء ولایت پدر خود امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب شد و در اون را شهید شد. اما قمر بنی هاشم نیز به دنبال برادر خود خود رو فدای ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب کرد. من یه عبارتی در زیارت آقا ابوالفضل علیه السلام قبل از بررسی مطلب اشاره کنم که در اون عبارت آمده: لعن الله من جهل حقک و استخف به غربتک. خدا لعنت کند اون کسی را که حق تو را نشناخت و کوچک شمرد یا جاهل و نادان به حق تو شد. حالا حق قمر بنی هاشم چیست؟ حق احیاء اسلام است، حق احیاء دین و قرآن است، حق حفظ از حریم ولایت است، حق حفظ از سبایا و اهل بیت عصمت و طهارت است. قمر بنی هاشم حق بر همه انبیا دارد، چرا که احیا کرد سنت پاکیزه و آثار همه انبیا و اوصیا و اولیا را. اینه که این حق رو بخوایم بشناسیم، اینه که اون مناقب و فضائل اون حضرت رو در این فرصت کم اندکی به اون بپردازیم. مقام ولایت
عظمایی رو که قمر بنی هاشم خود رو فدای اون کرد به این صورت لابلای روایات ما آمده است. امام صادق این گونه می فرماید: کان امن العباس ابن علی ابن ابی طالب نافذ البصیر صلب الایمان. عموی ما ابوالفضل العباس پسر علی کسی بود که بصیرت او فراوان بود، یعنی قوی در دینش بود. نافذ البصیره یعنی بینایی او در دینش نافذ بود. کسی بود که صلب الایمان بود، ایمان او محکم و استوار بود. این گونه حالا معنای صلب الایمان یا نافذ البصیره اشاره باید به آیه کنیم. ایمان چیست؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینی که مقرون با روز قدیر است. آقا قمر بنی هاشم صلب الایمان بود، بصیرتش به ولایت این گونه بود. لذا ابلا بلاغا حسنا و مضا شهیدا، شهید در راه ولایت شد. در عبارت دیگر در زیارت حضرت این گونه میخوانیم: اشهد انک مضیت علی بصیرت من امرک. تو در امر خودت در ولایت علی بصیرت تمام داشتی، بدون تردید فدایی در راه برادر سید الشهدا علیه السلام فدایی در راه ولایت و دین است. رجزی که میخواند این گونه عطا میکرد. بعد از آن که گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی نجل نبی صادق الاندینی. خود رو فدای برادر شهید کرد، یعنی در راه ولایت امیر مؤمنان. در زیارت حضرت به همین معنا تصریح دارد، می فرماید: وفا به بیعته و عطا ولات امره. اطاعت از ولی امر خود، امام زمان خود. 35 سال سیدی و مولا گفت، 35 سال در برابر برادر زانوی ادب ولایی می زد آقا قمر بنی هاشم. شخصیت بزرگ او در اینجا ظاهر است که احیاگر مقام ولایت کلیه امیر مؤمنان پدر بزرگوار خودشون بودند. یکی از ویژگی های آقا قمر بنی هاشم عبد صالح بودن است. در زیارت اون حضرت میخوانیم: السلام علیک ایها العبد الصالح. قرآن برای بندگان خوب خودش این گونه مطرح میکند. راجع به پیغمبر میفرماید: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. راجع به داوود میفرماید: و اذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. یاد کن از بنده ما داوود پیغمبر. یا نسبت به ابراهیم و اسحاق و یعقوب میفرماید: وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اینها رو بندگان خدا میشمارند. نسبت به ایوب میفرماید: وذکر عبدنا ایوب اذ نادا و هو کظیم. این گونه داوود و سلیمان رو در قرآن بنده صالح خود خوانده است و می‌فرماید: و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. حالا آقا قمر بنی هاشم نشانه بندگی و عبودیت در پیشانی او ظاهر بود. در پیشانی او آثار عبودیت و بندگی ظاهر و آشکار بود. این گونه خطاب السلام علیک ایها العبد الصالح، نه تنها عبد بلکه عبد صالح خدا،
مثل سلیمان پیغمبر این گونه بود و او از ربانیون و تربیت شدگان در مکتب وحی و ولایت و امامت برادر خودش آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. در شجاعت او همین بس که مانند کوه بزرگ این گونه پشت دشمن رو می لرزان. در جنگ صفین وقتی نقاب به صورت افکند و در برابر دشمن آمد، نقل می کنند ابن شعصا 7 پسر داشت. وقتی وارد میدان شد و صورت پوشاند، آقا امیر مؤمنان فرزند برومندشون رو وارد میدان کردند، ابن شعصا گفت من یکی از پسرامو میفرستم، بس برای این پسر. وقتی فرستاد نوشتند هر پسر او در برابر 1000 نفر جنگجو مقاومت میکرد. وقتی وارد میدان شد تو نقل روایات میفرماید قد ده و نصفین، با یک ضربت هر کدوم را دونیم کرد، تا آن که پدر وارد میدان شد او را هم مثل پسرها به جهنم فرستاد. اینجا بود که امیر مؤمنان صدا زد فرزندش رو، پسرم بیا، میترسم چشمت بزنن. شجاعت او اونقدر عظیم بود، قوت قلب او اونقدر استوار بود که اماننامه برای او آوردند. آقا قمر بنی هاشم یه چنین شخصیت و شجاعت حیدری داشت. نیابت از مولایش و امامش و ولی اللهش امیر مؤمنان شب 21 گرفته بود، دستش رو در دست حسین گذاشته بود که فرزندم روز عاشورا برادرت رو یاری کن. حالا سخن در این زمینه فراوان است، به بقیه مطالب خوف است که نرسیم. باز در زمینه علم و درایت و آگاهی این آقا همینقدر بس. یک روزی امیر مؤمنان او رو طلب کرد و به او گفت فرزندم بگو 1، فرمود 1، بگو 2، فرمود پدر جان زبانی که 1 گفت 2 نمیگوید. فرمود پدر و مادرم فدای تو شود فرزندم. او خلاصه کسی است که نافذ البصیرت است. علم او، دانش او، آگاهی او به مقام ولایت همین بس که در سیطره و چتر ولایت امیر مؤمنان و در خانه علی پرورش یافته است. از حین ولادت امیر مؤمنان بازوان او را بوسیده. اون چنان مقام که سید شهدا فرمود انی لا اعلم اهل بیت ابر و اوفا من اهل بیتی، بهترین شاخصه کلام کلامی است که سید شهدا برای برادر خود فرمود. بهترین اهل بیت، با وفاترین اهل بیت، نیکوترین اهل بیت، اهل بیت من برادر من می باشد. حالا یه چنین شخصیتی خمیرش از خمیره اعلی علیینیست، بزرگ است، برتر است تصور و اوهام و تعریف و توصیف که فرمود رفع ذکرک فی علیین. مقام و شأن قمر بنی هاشم به جایی رسیده است که ذکر او باید در علیین بالا رود. و جعل روحک مع ارواح السعدا، روح تو با ارواح السعدا باید پرواز کند. سعدا کیانند؟ سابقون السابقون کیانند که بالاترین پاداش بر این معنا این جمله است که فرمود فجزاک الله افضل الجزا و اکثر الجزا و اوفا جزا احد من من وفا به بیعته و استجاب له دعوته. بالاترین پاداش، بالاترین جزا، اون جزا اون کسی است که وفا کند به بیعتی که با صاحب ولایت
ابا عبدالله الحسین علیه السلام بسته بود، لذا ایثار کرد نه تنها جان خود، نه تنها برادران خود، نه حسدی خود، علم خود، شجاعت خود، ایمان خود رو فدای برادر کرد، یعنی فدای ولایت کرد، فدای صاحب ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب کرد که فرمود لقد آسر و ابلا و فدا اخاه به نفسه. قمر بنی هاشم کسی است که خود رو فدا کرد، مبتلا شد، آزموده شد، با امتحان خود رو فدا کرد و بلاء نیکویی به سراغ او رفت. جان خود، نفس خود رو فدا کرد، فدا اخاه به نفسه، اون نفسی که سید الشهدا خود فرمود به نفسی انت و امی، یا اخی جانم فدای تو، برادرم سید الشهدا که خود صاحب ولایت کلیه است، حجت الله است، سید الشهدایی که امام همه خلق است، از جانب پروردگار بفرماید برادرم جان من فدای تو. چه مقام و منزلتی است برای قمر بنی هاشم، حالا نادانی نسبت به این آقایی که امام معصوم می‌فرماید قمر بنی هاشم کان فاضلا عالما عابدا زاهدا فقیها تقیا. امام معصوم می‌فرماید قمر بنی هاشم شخصیتی با فضیلت، دانا و عالم، عابد روزگار، زاهد روزگار، فقیه و دانا و بنده متقی پروردگار است. این ویژگی ها استاره تو روایت کان بین عینیه اثر از سجود، در میان پیشانی او، بین دو چشم او آثار سجده نمودار بود. این شخصیت کسی است که با شهادت او سید الشهدا کمرش خمیده شد، آثار حزن و غم و اندو امام حجت الله، کسی است که اطاعتش بر همه خلق واجبه. این گونه این آقا شخصیتش اونقدر زیاد بود که وقتی در برابر برادر می نشست چنان تواضع و فروتنی می نمود. اینه که اگر ما بخوایم در وصف آقا قمر بنی هاشم و شخصیت والای او سخن بگوییم، همین بس که آقا امام صادق فرمود، در روایت امام زین العابدین فرمود ان لعمی العباس درجتون فی الجنه یقبتها جمیع الشهدا. قمر بنی هاشم در بهشت درجه و مقام و منزلتی دارد که همه شهدا برای منزلت او قبطه میخورن. همین بس که یک پاره ای از بدن او، دست او، شفاعت همه امت رو کافی است. در زیارت اون حضرت این گونه میخوانیم فبعثک الله فی الشهدا وجعل روحک مع ارواح الشهدا، روح تو خدای عز و جل با حمزه و جعفر مشهور میکند و بهترین جایگاه، واسع ترین جایگاه های بهشت خدای عز و جل از غرفه هایی که برتر از او نیست خدا به تو روزی می کند و رفع ذکرک فی علیین و حشرک مع النبیین و سعدا و شهدا و صدیقین و صالحین. خدای عز و جل تو رو مشهور میکنه با انبیا و صدیقین. صدیقین کیانن؟ اونهایی که قرآن میفرماید کونو مع الصادقین، همون اهل بیت عصمت و طهارت، در درجه برادر خود سید الشهدا علیه السلام قرار میگیرد. اقرارنامه قمر بنی هاشم بر ولایت امیر مؤمنان همین بس که فرمود امام صادق اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخیک، شهادت میدهم که تو خیرخواهی برای خدا و رسول و برادر خود، یعنی فدای ولایت شدی.
او را بس که چنین منزلت و مقام رو خدا به او عطا کرده است که در بالاترین درجات از معرفت و مقام است که اگه بخوایم باز به این بپردازیم عبارات شدید و مطالب بلند در این زمینه وجود دارد. منزلت و مقام آقا قمر بنی هاشم منحصر به اینها نیست، اینا اندکیست از مراتب عالیه‌ای که خدای عزوجل برای این آقا قرار داده. در مرتبه عصمت در زیارت آقا علی اکبر این گونه آمده است: کما من الله علیک من قبل و جعلک من اهل بیت الذین اذهب الله عنهم الرجس. این آیه برای علی اکبر نیست، بلکه فقط برای سایر شهدا از اونها هم هست. در زیارت رجبیه برای سایر شهدا این گونه وارد شده است: السلام علیکم یا طاهرون من الدنس، سلام بر شما ای پاکیزگان از همه پلیدی ها. راجع به آقا ابوالفضل علیه السلام اون منزلت عظما بالاترین از همه اونها برای این آقا هست. امام حسین علیه السلام برای برادر خود فرمودن: شما برادر نصرتنی حیاً و میتاً، منو یاری کردید چه در حال حیات و چه در حال ممات. این شخصیت، شخصیت عظمایی است که در روایات و سیره و سنن و اخبار با اون یادآور شدیم. لذا لعن الله من جهل حقک و استخف به حرمتک، خدا لعنت کند اون کسی که حق تو را نشناخت و حرمت تو را کوچک شمارد. لذا این حقیقت حقیقتی است که با خوبان محشور می شود و سایر خوبان عالم بر منزلت و مقام او قبطه می خورند. خدای عزوجل معرفت ما رو نسبت به این حقیقتی که مقامش مخفی است تا قیامت، تا بهشت، بر این آگاه‌تر و داناتر بفرماید. خدای عزوجل همونطور که معرفت ما رو زیاد می‌فرماید، ما را مورد شفاعت واسعه اون حضرت در قیامت قرار بدهد. اجر و پاداش ما رو گریه فراوان بر مصائب این مظلوم عالم بیشتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.